با سلام آرزو هستم از کالکتای آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما همراه عزیز مهربان بزرگوار خانم آقایونی که علاقمند به فالهای کالکتای آرزو هستین، چه عضو کانال چه خارج از کانال هستین، به هر حال خیلی مقدم میگم خدمتتون. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. علیرغم اینکه خواهش کردم کامنت بذارین عزیزای من، چه خانم و چه آقایون بزرگوار، ولی اومده بودین واتساپ پیام گوشته بودین یا اس ام اس داده بودین پیام داده بودین، به هر حال اطاعت ام شم فال نمکی هم براتون به زودی براتون میگذارم. این به زودی من واقعا سوژه است، چشم براتون میگذارم. اما امروز همه دوستانی که هر خواسته قلبی دارین که دوست دارین به زودی براتون برآورده بشه، لطفا نیت کنین از کاری، مالی، احساسی، اجتماعی، هر چه که در انتظارش هستین که انشالله به زودی براتون رخ بده، خواهش میکنم نیت کنین تا این شنبه قرمز فلفلی رو با هم دیگه با نام خدای مهربون شروع کنیم و ببینیم چی برامون نقش منده. هرچه ببینم خدمتتون عرض میکنم. لطفا نیت کنید دوستان. بسم الله. انشالله که بهترین ها براتون رقم بخوره و اتفاقات خیلی خوب به زودی براتون رخ بده. میخوایم اینو ببینیم. چه خانمای گل، چه آقای بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو اول از همه با سفید روشنش میکنم برای آرامش و انشالله که تک تکتون به خواسته های قلبیتون برسین. هرچی جرقه بزنه و هرچی آتیشش بیشتر باشه، نشانه این هستش که انشالله به زودی براتون رقم خواهد خورد. انشالله. خب یه مهر واژگون چشم انتظار هستین که یک قضیه سندی برعکس بشه، معکوس بشه، این اتفاق براتون به زودی رو خواهد داد. دوستانی که میخواین واژگونی یک سند رو ببینین، یه قضیه سندی به هم بخوره، مثل ازدواج، مثل فسقه موضوعی، یه اتفاقی که به هم بخوره، معذرت میخوام و چشم دوختیم، یه قضیه به زودی براتون رقم خواهد خورد. برای آقایون منتظر اتفاق باشین که تو شک شما رو فرو میبره، مرتبط به قضیه پولی مالی، ماهی زیر پاتون افتاده، اتفاق قشنگ مالی که براتون رو خواهد داد انشالله به زودی و باعث خوشحالیتون خواهد شد. شاید اصلا انتظارش رو نداشتیم. خب افرادی که پشت به همه عالم آدم کردیم به خاطر اینکه ذهنتون دغدغه فکریتون اینقدر زیادی که مشکلات غرقتون کرده و دوست ندارین یک کسی رو ببینین، با کسی صحبت کنی، یا اصلا دیدار و ملاقاتی با کسی داشته باشین، به واسطه حجم مشکلاتتون دارم عرض میکنم، تا یک وعده نزدیک انشالله مشکلتون حل میشه. کسانی که چشم انتظار یک زنگ و یک تماس هستین، منتظر یک تلفنی، انگار تلفنی که روی گوشی که روی تلفنه و شما چشم دوختین زودتر زنگ بخوره. حالا این زنگ، پیام، اسمس، هر چه که هست، خبر، و این خبر به زودی به گوشتون خواهد رسید. مرتبط توی راه دلی و احساسی آقایی که بهتون پشت کرده بوده و مشکل داشته به سمتتون برمیگرده و ازدواجی که به سرعت رو خواهد داد. من اگه تونتون میگم برای که تصاویر از جلوی چشمم میره و مجبورم که بگم که شما جواب بگیرین انشالله و یه مقدار تمرکز داشته باشین، یه مقدار فکر کنین، تصمیم بگیرین، بیگدار با آب نزنین، حالت تمرکز رو داشته باشین تا بتونین تصمیمات قشنگی رو داشته باشین. چشماتون برق میزنه، لبتون خندان خواهد شد انشالله. خانم و آقایونی که چشم انتظار باز خبر دارم میبینمتون، دو تا چشم بد دارم براتون میبینم، دو تا چشمی که بدخواه شما هستش یا میخواد خللی توی کار شما یا آرامش شما، هر چیزی که باعث آرامش شماست، ولی یه آرامش دارین مطابق هر مسئله، ولی چشم دیدن شما رو نداره، یا میخواین به یه آرامشی برسین ولی کسی که چشم دیدن شما رو نداره، نمیخواد شما رو در حالت آرامش، حالا این آرامش کاری، مالی، احساسی، هر چه که هست، کسی که چشم دیدن شما رو تو موقعیت نداره. مشکل دارین و سری که به کیسه پولی که در تو مزیقه مالی هستین، مشکل مالی دارین، به زودی مشکل مالیتون برطرف میشه. سرتون به کیسه پول چسبیده، یعنی اگر فکرتون خیلی درگیر قضیه مالی هست، از یه به زودی مرتفع خواهد شد. به زودی خبر خوش مالی برای تعداد دوستان دارم میبینم. خب بازم براتون خبر خوش و مالی بازم افتاده و یه خبر کسالت بیماری، حالا امیدوارم برای شما نباشه ولی به سرعت یه اتفاق دارم میبینم، یا خبر بیماری کسی به زودی به گوشتون میرسه، خبر بیماری خودتونه، حالا انشالله که به زودی بلند میشین. شخصی رو تنها رها کردی یه گوشه، یا شخصی تنهای کنار دارم میبینم ولی از تنهایی خودش بخواد بیاد بیرون و داره به سمتتون میاد، یا یه آدم تنهاست، یه نفره مجرد گذشته دار تنها، هر کی، خانم آقایی که الان کنار ایستاده ولی داره یواش یواش داره وارد
جمع میشه یا میخواد با شما ارتباطش رو برقرار کنه، میتونه راه دور، فاصله، کاتی، قهری رو هم حتی معنی بده. ازش خبر خواهید داشت به زودی. تا سه وعده نزدیک گلاه دارم براتون میبینم. حالا یه شخصی که عقل، عاقل، خودتون هستی، آدم عاقلی هستی یا با یه آدم عاقلی مشورت میکنین یا شور میکنین یا کسی با شما بیاد یه مشورتی میکنه، به عنوان یه شخصی که توی یه زمینه تخصص دارین، علم دارین برای مشکلی که حل بشه. حالا یا داره به شما میگه این کار رو انجام بدین یا شما کسی از شما کمک میگیره. مهر روشن قلب افتاده، هر مهری که میتونه متعیب یه قلب شاد بشه. نگاه کنین چقدر قشنگه، مهر روشن و قلب براتون افتاده. یه خوشحالی قلبی، یه محرمیت، یک ازدواج رو میتونه معنی بده یا برای هر قضیه ثبت و سندی که دلتون شاد میشه میتونه برای متأهلینم معنی بده که انشالله از یک امضا و یک قرارداد شادی داری. میتونه حتی یک قرارداد خونه، ماشین، حالا خرید و فروش نباشه ها، حتی یه امضا، هر چی که میتونه معنی بده. رهن، اجاره. خب خانم هایی که براتون، خانم ها طبقه طبقه، پله پله داری میری بالا و به یک موفقیت میرسین. حالا موفقیت که هر چه که هست، خیلی براتون موفقیت چشمگیری دارم میبینم و از یک وضعیت ناراحت کننده شما رو بیرون میاره. حالا یک موفقیتی که الان انگار فکرتون خیلی درگیر کردی یا دوست دارین که زودتر به این موفقیت برسین، به زودی اتفاق براتون رقم خواهد خورد. خوششانسی، برد، موفقیت به زودی انشاءالله. گفتم ما نیت داریم میکنیم چه اتفاقاتی به سرعت به زودی برای ما رخ خواهد داد. پر پرواز دارم براتون میبینم. اگر بگیر مانع مشکل خوردیم، پری که داره میاد بالا، پروازی که یواش یواش شکل میگیره، زمان بدین، فرصت بدین، حل میشه. دوستانی که خ، نون، دال، الف دارین، براتون یک خبر افتاده، خبری که قشنگ احساسی خوشحالی قلب افتاده. خبر هم میتونه ازدواج باشه، هم میتونه اخباری که رضایت خاطرتون رو جلب بکنه انشالله. دوستانی که تنها هستین، چشم انتظار هستین، حالا شخصی رفته، تنها هستین، تو تنهایی هستین، چشم انتظاری داری میکشین از یک تنهایی، از یک برگ برگ تنها، از یک تنهایی بیرون خواهین آمد. خب کیسه براتون افتاده، یک ازدواج با شخصی که از نظر مالی توان مالی خیلی خوبی داره، چون بغلش راه دلی احساسی براتون دارم میبینم. خوشحالی با یک آدمی که پول داره، حالا خودش داره یا خانواده پول داری داره. کوزه که داره به سمتتون برمیگرده، واسه یک مال، چشم انتظار یک کوزه ثروت صحبت دارم میکنم. مال هنگفت، مثل ارث، مثل مهر، مثل یک امضا، یک خرید و فروش، یک قرارداد، یک معامله سودمند رو دارم صحبت میکنم. چشم دوختی و مشکلم دارین، یعنی انتظار این پول رو داری میکشین، این پول به زودی به دستتون انشالله میرسه. یه راه دادگاه یا قانونی براتون افتاده، یکی داره براتون دردسر درست میکنه، یا یکی داره زیرابتون رو میزنه، یا نمیدونم یکی داره بر علیهتون توطئه میکنه، دسیسه چینی میکنه، هر چی که داره میکنه کاری از پیش نمیبره. صندلی براتون افتاده، هم پول زیر پاتون افتاده، هم تو فکر پول هستین، یعنی آدمی هستین که هم از نظر مالی تو موقعیت مالی خوبی قرار دارین یا قرار میگیرین به زودی، و همین که تو فکرین هستین که افزایش مال هم از این موقعیت کاری که براتون پیش اومده یا در اون وضعیت هستین کاری بکنین که پولتون بیشتر بشه. خانمی آقایون، چشمتون به زودی روشن میشه انشالله. همیشه چشماتون همینجور چشماتون روشن بشه. دهان، چشما ببینین به زودی یه چشم روشنی در براتون میرم. با طبیب هر نیتی که کردین انشالله که چشماتون روشن میشه، چشماتون همینطور بدرخشه، برق بزنه و خوشحالی بی‌وصف براتون دارم میبینم انشالله با امید خدا. توی ناحیه بینی، دماغ، یه جراحی براتون افتاد یا دارین جراحی میکنین، احساساتی که خاموش داده دوباره به جریان میفته. و البته میتونید در رابطه افرادی که تو رابطه شخص سوم هم هستین، یعنی شخص سومی ترکتون کرده یا ابراز احساسات بتونه میکنه، در رابطه با ایشون هم میتونه مساق داشته باشه، ولی به طور کلی کسانی که روی احساساتش در پوش گذاشتن دوباره ابراز احساسات یا از طرف مقابل میشه یا خودتون احساساتتون رو بروز خواهید داد. یه شخصیتی هم دارم براتون میبینم که تو فکر این هستش که بیاد ازتون درخواست احساسی بکنه، حالا یا ازدواجی یا خواستگاری یا دوستی، و این اتفاق هم به زودی به سرعت رو خواهد داد. آقایی که
گل به دست دارم میبینم یا برای آقایون یک موفقیت افتاده علی‌رغم مشکلی که داشتین به یک موفقیت میرسین، یا برای یک موفقیت به یک مشکل بر میخوری ولی مشکلی که براتون مرتفع خواهد شد، یعنی شما دست و پنجه با یک مشکل در نخواهید زد، یعنی زود قضیتون حل و فصل میشه. هر چیزی که برای موفقیت شما خاصی قلبی شما مشکل ساز شده یا درد سر براتون درست کرده، انشالله به زودی این مشکل برطرف میشه و شما به اون موفقیت میرسید. چون دست گل خواستگاری مرتبط با قضیه احساسی ازدواجی هم میتونه معنی بده. باز هم تو فکر هر فکری هستین یا متأهلی یا تو قضیه احساسی یا هر خاصی قلبی که دارین و میخواین قدمی رو برداریم به سمت حرکت کنی، براتون موفقیت میبینم. یه جابجایی خونه براتون افتادی، یه جابجایی خونه بسیار قشنگ و خوشیوم رو براتون دارم میبینم. یه خونه فوق العاده قشنگ به زودی جابجایی رخ میده، حالا برای خرید، برای فروش، رهن، اجاره، هر چیزی که میخواین برین، به یک اتفاق قشنگ یه خونه خوب خوشیوم رو براتون دارم میبینم. باز پول براتون افتاده، به یک وعده پولی به دستتون میرسه، باعث شادیتون میشه. ببینین انگار قوری یا کتری که روی گاز باشه یا همچون حالتی میبینین. پس در این چایی درست میکنی، منتظر کی هستی؟ خواستگار مهمونه کیه که براش در این چایی رو درست میکنی؟ مطمئنا از اعضای خانوادهتون نیست، کسی که بهش علاقه دارین یا دوست دارین، از دیدنش خوشحال میشین. بازم دیدی براتون چراغی که روشن شد، پس اتفاقات قشنگی که به سرعت براتون رخ خواهد داد، به زودی شاهد اتفاقات قشنگ خواهین بود انشاءالله. شخصی که ترکتون کرده میدونسته که شما میخواین پیش دستی کنین، میخواین ترکش کنین، پیش دستی کرده. بس دقت کنین، اگه کسی ازتون فاصله گرفته یا فکرش میدونسته، انگار فکر اینو کردی و پیش بینی اینو کردی که شما قصد جدایی باشین یا میخواین یه حرکتی انجام بدین، پیش دستی کرده، ازتون فاصله گرفته، متوجهش کنی که همچین حرکتی نمیخواین انجام بدین. اگه واقعا صادقانه نمیخواستین ترکش کنی، یه حرکتی که شاید این ذهنشو به بیراه برده، فکر کرده که میخواد ترکش کنی، یا واقعا میخواستین ترکش کنی، پیش دستی کرده، زودتر رفته عقب. خب و خیلی جالب، بازم قضیه احساسی براتون دارم ببینم. اصلا نگار کسی که متعجبه، واقعا متعجبه که از ببینید قلب و تعجب، کسی که واقعا متعجبه الان تو بدون ایشون واقعا خوشحالی؟ واقعا متعجبه و براش جوی سواله که آیا بدون ایشون شما خوشحال هستین؟ زنگوله افتاده و یا به زنگ میزنین یا بهتون زنگ میزنه و حتما براش جوی سواله که آیا واقعا بدون ایشون شما خوشحالی؟ احساس قشنگی دارین؟ وضعی زنگوله افتاده، قطعا ازش خبر داری. مهر به چه روشنی و قشنگی براتون ببینم، مرتبط به یک ثبت سند قرار داد. اگه به یک مشکل خوردین، مشکل انشالله که در ازتون فاصله میگیری یا داری یواش یواش مشکلتون حل میشه. دور و برتون دارم، حالا نمیدونم کیا دارن چه کار دارن براتون میکنن، ولی شما به اون گل، به اون موفقیت، به خواسته قلبی یا به آرزوتون میرسین. حالا برای رسیدن به موفقیتتون افرادی دارن حرکت های منفی انجام میدن یا خودتون به اشتباه حرکتی انجام دادی که شاید تا الان توی یک موقعیت فوق العاده قشنگ یا به خواسته قلبیتون یا خواسته های قلبیتون باید میرسیدین و نرسیدین. من نمیگم چهره چی دارم ببینم، حالا خودتون یه حرکت اشتباه کردین که کار خودتون رو به تعویق انداختین. و افرادی که تنها هستین و غرق مشکل هستین، یعنی از یک تنهایی فوق العاده دارین عذاب میکشین، حالا احساسی، مالی، هر چیزی که تو تنهایی داره رنجتون داره میده، به زودی از این تنهایی بیرون آمدن رو دارم براتون میبینم. مشکلاتتون یکی پس از دیگری میاد بیرون، حل میشه. از تنهایی که بیاین بیرون مشکلتون حل میشه. کتاب باز براتون افتاده، موفقیت تو زمینه تحصیلی، علمی، آموزشی براتون افتاده یا پیشرفت یا یک برد موفقیت افتاده. راه براتون افتاده، مرتبط با یه راه پیرامونش و مشکل دارم ببینم یا موانعی که پیرامونش هستش، ولی خودتون هم متحیر میشین چجور گشایشی براتون رخ میده که تو این راه موفقیت دارم ببینم. مثلث شخص سومی به رابطتون ورود کرده یا به زندگیتون داره ورود میکنه که براتون داره دردسر درست میکنه. چنبه هشدار داره حواستون رو به زندگیتون یا به رابطتون یه قدری بیشتر جمع بکنی.
داره میاد یا اومده یا ورود کرده یا شما ازش غافلین یا خبر ندارین. پشت کردن دو نفر رو دارم به همدیگه دارم میبینم. آقایی که ذهنش خیلی درگیر هستش بهش فرصت بدین تا سه بعدی نزدیک به سمتتون برمیگرده. درگیر یک مسئله و مشکلی هستش که ذهنش شدیداً به هم ریخته، یعنی اگر الان به سمتش حرکت بکنین نمیشنوین، اصلا چشمش رو بسته درگیر مسائل و مشکلاتش، حالا کاری ماری یا دست شما به شدت عصبانیه. بهش زمان بدید. تو یک رابطه به هم وصلین، پشت کردی به هم دیگه، قهرین. خب خانمی که دست گل به دستت دارم میبینم، ازدواج برات افتاده به سه وعده بسیار نزدیک، ازدواج برات سر خواهد گرفت. خب یکی از مشکلاتتون، چیزی که خیلی ذهنتون رو درگیر کرده، چی اینقدر براتون مشکل عدیده است؟ چه مشکلی هستش که انشالله مشکلتون حل خواهد شد؟ انشالله مشکل ما میخوام هر چی این زودتر بسوزه، آتیش بگیری، یعنی به سرعت یه اتفاق براتون رو خواهد داد. منتظر باشین تا یک مشکلتون، چیزی که ذهنتون رو شدیداً درگیر کرده، به زودی حل خواهد شد. یه پیش آمد غیر منتظره یا یک دیدار غیر منتظره که به سرعت براتون پیش میاد، یا شخصی رو یه ملاقاتی باش میکنی که اصلا دور از انتظارتون هست، یا یه اتفاق خیلی قشنگی که اصلا دور از انتظارتونه، به زودی هم براتون دارم ببینم. احساسی، کاری، هر چه که هست، بازم چهار دیواری تعدادی از دوستان رو مشکل ساز دارم ببینم. ولی ببینیم یکی از مثلا خب مشکلاتتون یواش یواش رفت میشه، یا دارین دست از این کار میکشین، یا دارین از یه مسئله حالا هر چیزی که تو چهار دیواریتون هست یعنی زندگیتون بیرونش میکنی، محو داره میشه، یعنی داری بیرونش میکنی، حذفش میکنی تا زندگیتون آروم بگیره. تو مسئله سقف ها براتون پول افتاده، سقفی که براتون پول میبینم، به کارتون، به مالتون یا مطابق به قضیه کاریماری پولی به دستتون میرسه که باعث شادی و خوشحالی بیوصفتون میشه. به دل زندگیتون پولی میرسه یا به کارتون، یا تو موفقیت و کاریماری براتون دارم میبینم، یا الان تو موقعیت خونتون مشکل مالی داری، به سرعت این مشکل حل خواهد شد انشالله. دیگه واقعا نمیشد نگهش داشت. خب و دیگه براتون ببینم، دو تا سری که به هم دیگه وصل خواهی شد، دو تا پیوند، دو تا ارتباط یا جفت شدن دو نفر رو دارم میبینم. با وجودی که برای رسیدنتون عدم موفقیت دارم میبینم، یا افرادی دارم بر علیهتون یا نمیخوان شما با هم دیگه برسین، ولی وصل میشین، دو نفری که به هم دیگه میچسبین، ثروت براتون افتاده یا مال افتاده، پول به دستتون میرسه به زودی، صحبت یه مال حسابی و چشمگیر رو دارم میکنم. مهری که چشم انتظارش هستیم براتون بخوره و دستتون بالا و خدا خدا میکنی، هر مهر یا ثبت سندی که بهتون چسبیده، یا یک مشکل سندی داریم بهتون وصل ولکنتون نیست، لنگ یک سندین یا گیر یک سند هستیم، خدا خدا میکنی، مشکل داری، میتونه درگیر یک قضیه سندی هستی یا مشکل سندی داریم، یعنی کارتون با گذاشتن یک سند بهتون بچسبه، سندی بهتون بچسبه، یعنی سندی براتون گذاشته بشه، خیلی عذرخواهی میکنم، سندی براتون گذاشته بشه تا مشکل شما مرتفع بشه. و این غافلگیری رو دارم براتون میبینم، شاید از کسی که اصلا انتظارش رو نداشتین یا منتظر نیستین که همچین، اصلا افکت نمیکردی همچین کسی براتون همچین قدمی برداره، این قدم براتون برمیداره، پشت سرتون دارم میبینم و خدای خدایی که داری میکنی اشتاله جواب بده. یه نامزدی یا یک ازدواجی که به هم خور به هم میخوره یا واژگون میشه دارم براتون میگم، متاسفانه به زودی هم یه اتفاق براتون رخ میده. حالا انگار یا به واسطه مشکلی که براتون متعلق به راه دلیتون پیش میاد، حالا یا خودتون به این نتیجه میرسین که به هم دیگه به درد هم دیگه نمیخوای، یا یه مشکلی به وجود میاد، یا میتونه چون قلب افتاده میتونه خانواده ها براتون درد سر درست بکنه و منتهی به هم خوردن یک مراسم یه نامزدی بشن، ازدواج بشن، یا یک ازدواجی که به خاطر خانواده هاست، یا خودتون به این توافق میرسین که اصلا یه تایمی انگار با هم بودین، حالا به نتیجه رسیدین که تو حتی تو پروسه ازدواج و نامزدی و این حرف هم رفتین، یعنی یه اتفاق رخ داده الان براتون، نشان کردین، حالا شاید هم عقد کردین، تا این حد رفتین جلو، ولی به یه جایی رسیدین که احساس میکنین دیگه به هم دیگه به درد هم نمیخورین، الان جلوشو دارین میگیرین، یا داره میگه الان جلوشو بگیرین، به نفعتون هستش. خب دو تا پول به دستتون میرسه باعث خوشحالیتون میشه، یا یه مشکلتون رو این دو تا پول حل میکنه، یا از دو جا پولی بهتون میرسه که مشکلتون حل میکنه. خانمی آقایی که کناری بالون ایستادی و منتظر هستی،
و ببینید یک مهری پایینش، اگر زوم کنیم ببینید مهری که زیر یک بالون دارم ببینم و چشم دوخیم به این مهر، مهری که خورده بشه شما رو به آرزوها و رویاهات رو میرسونه. حالا این بالون میره بالا برای پرواز، برای سفر، برای موفقیت، برای ارتقا، برای پیشرفت، برای ازدواج، برای مهر دیگه ازدواج، خبره خوش، ثبت قرارداد، محضرخونه، دفترخونه، کار قانونی، گیر قانونی، کار دادگاهی، هر چیزی که چشم بیوخیم به این مهر و این منتهی میشه به رفتن به بالا، ارتقای شما، بالا رفتن شما و اوج گرفتن شما و رسیدن به آرزوها و خواسته های قلبیتون. برای یک جدایی یک مشکل دارم میبینم، مشکلی که برمیگرده به پول، کسی که حاضر نمیشه برای یک جدایی پول بهتون بده، پس یا پولی بهتون نمیده یا یک جدایی که بدون پول انجام میشه، یعنی پولی از یک جدایی نصیبتون نخواهد شد، یا طرف مقابل شما مشکل مالی داره. به هر حال این ازدواج جداییتون رخ میده به شرطی که خودتون بخواید، ولی بدون هیچ پولی. دارم براتون میبرم کسب و کارتون اگه درگیر قضیه مالی هستین کسب و کارتون رو نغمگیره. یه قطع هشدار دارم بهتون میدم، یکی داره دوزدکی ببینین پشت سرتون، دارم ببینم دوزدکی حالا یا برای کسب و کارتون یا کلا پشت این خلوص افتاده کاکلی ببینین، یا برای کسب و کارتون یکی داره قصد سرقت مال، اموال، کاریتون، مالیتون رو داره، یا کسی دوزدکی اصلا کلن کناره، دوزدکی حواسش به شما هست، احتمال سرقت رو هم زیاد دارم میدم، پس حواستون لطفا جمع بکنی. میتونه کسی که یا داره دوزدکی یا داره یواشکی شما رو داره میپاد، ماهی به چه قشنگیه ولی داره عشق میریزه، پولی که به دستتون میاد ولی با عشق این پول به دستتون میرسه، یه رزقه، یه روزی که براش عشق میریزین تا این پول به دستتون برسه. چه پولیه، چه مالیه که با ناراحتی، با غم، انشالله که با عشق شادیتون باشه، ولی عشق میریزین و قلبتون شاد میشه، ماهیه به دستتون میرسه، عشق میبینین با گریه، با ناراحتی، با غم، با سختی، با مشکلات مالی به دستتون میرسه ولی قلبتون شاد میشه. شاید به خاطر یک ازدواج، یک محرمیت یا برای خانواده نیاز به یک پولی داری ولی با اشک و گریه و ناراحتی ولی بالاخره این پول به دستتون میرسه. باز هم همچنین چرا میبینی اینو روشن میبینم، همون مشکل است که بهتون گفتم، یکی از مشکلات عدیدتون به زودی حل خواهد شد. صبر کنین و ببینین به چه راحتی براتون حل خواهد شد، چیزی که اصلا فکرشو نمیکردین، اصلا دور از ذهنتون بود براتون حل میشه. چه ریسکی دارین میکنین که حواستون رو جمع بکنین، احتمال این که برنده بشین یا بازنده بشین رو من دارم 50-50 دارم میرم، پس خیلی محتاطانه اقدام کنین مرتبط به هر حرکتی که میخواین انجام بدین. بچه‌ای که تو بغل یک شخصی دارم میبینم و داری یک فضایی رو ترک میکنی، بچه به بغل میری، مشکل بچه حل میشه و یک فضایی رو ترک میکنی میری، یا برای رفتن با فرزندت مشکل داشتی، حالا از خونه، از شهری، از کشوری، با بچه، با فرزند ترک کردن یک موقعیت رو دارم ببینم و مشکلی که شما پشت سر خواهید گذاشت و دیگه که سلط و مریضی براتون افتاده ولی سرتون رو داریم میاریم بالا، یعنی داریم بلند میشین از جا. انشالله اگر مریض داریم غرق مشکل نگه سر تا پشت مشکل درد داره، حالا سر تا پشت درد داره یا دردی که انگار تمام وجودتون رو گرفته، حالا این میتونه ببینیم و خود سری که داره میاد بالا بلند داری، سرتون رو به زودی بلند میکنی و مشکل کسالت یا بیماری که انشالله به زودی مرتفع خواهد شد. انشالله آرزوی سلامتی، بهبودی برای همه میکنیم، شفا، تاج براتون افتاده و بالای سرش حالا موفقیت، روشنایی، هر تاج عزت، بزرگی، چشم دوختیم به این تاج، حالا این تاج از ببینیم برمیگرده به یک سقف، مربوط به یک سقف مرتبط به تحصیلیتون، به موفقیت میرسیم، به یک ازدواج داخلی خونه میریم با موفقیت، ازدواج خونه‌ای که شما براتون خیلی با موفقیت که خونه‌ای رو به دست میارین، کاری که باعث عزت و بزرگی و افتخار شما خواهد شد، تاجی که به معنای بزرگی، عزت، افتخار، آبرو، ازدواج موفق، کار ایدئال، تحصیلات عالیه، هر چه که هست، هر چیزی که این تا چشم دوختیم بهش و مربر میگرد به یک سقف و براتون موفقیت و روشنایی داره. انشاءالله این اتفاق قشنگ براتون رخ بده. دوستان آقای یا خانمی که بهتون پشت کرده خبر براتون افتاده ازش، انشاءالله به زودی خبردار ازش میشین یا خبری به گوشتون میرسه مرتبط با ایشون. یه چهره خیلی بدجور دارم میبینم، یا
یه شخصیت منفی یا حرکت منفی که کسی براتون انجام گرفته، برای یک ازدواج و یک محرمیت یا برای یک عروسی، ازدواجتون و کاری کردین، یا برای شخص احساسیتون، یا برای خانمی یا خانمی حرکتی انجام دادی برای قضیه احساسی ازدواجی، یا روی ببینید بر بلندا قرار گرفتیم و حالتی که نشستیم برای کارتون، برای موفقیت کاریتون، برای هر چیزی که شما به یک جایگاه شما رو میرسونه، هر چه هست برمیگرده به رضایت قلبی شما. هر حرکتی که انجام دادین از شخصی که انجام دادین بی نتیجه است. بازم تاکید میکنم مرتبط با همه افراد نیست، فال جنبه کلی داره، فال شخصی شما نیست، ولی اونایی که توی هم مسیر حرکت کردید با این به این امید که کارتون جور میشه، ازدواجتون سر میگیره، به یک موفقیت میرسید، از خانمی یا برای خانمی حرکت رو انجام دادین، بی ثمر خواهد بود. لطفاً از خودتون دورش کنید. دور کردن بازم تاکید میکنم به معنی نیست که بدین یه چیز جایگزینی بکنین، ها کلن دور این داستان رو قلم بگیرین. اینو میخوام بهتون بگم. خب یه دیدار ملاقات یه روبوسی براتون افتاده و یکی که نادم از کرده خودش تو راه دلی احساسی از اجرای خانتیست که قلبتون رو به درد آورده، یه دیدار ملاقات ولی یکی رو نادم دارم ببینم، پشیمانی از کرده خودش، پشیمان ولی صلح آشتی براتون افتاده. یه مسافر با ساک داری میاد و کادایی که ازش دریافت میکنه، یه هدیه یا از راه دور میاد یا قهرین یا ناراحتی بینتون هست، هر چه هستش، یه هدیه و کادو دریافت میکنین و دلتون در میاره، یا شاید هم بنا به مناسبتی داره میاد ولی داره میاد، مسافر دارین. خب چه اتفاقی میاد؟ مشکلی که زیر سر میگذارین، یعنی یا پشت سر میگذارین و به آرامش میرسین. چه مشکلی که انشالله که به زودی پشت سر خواهین گذاشت و به آرامش خواهین رسید. هر مشکلی هست ببینین پشت سرتون دارم ببینم و شما در آرامش قرار خواهین گرفت. پرچم صلح براتون افتادی یا با صلح هر کسی هست، ببینید چشم دختی شخص به سمتتون میاد، پرچم صلح هم گرفته بالا، برای آشتی داره به سمتتون میاد، منتظر هستین که بیاد، میاد، صبر کنین و ببینین. چشم دختین که کسی بیاد، میاد، دلش هم تو دستش دارم ببینم، پرچم صلح هم روی سرش، برای آشتی داره میاد، هر کسی که منتظرش هستی برای آشتی داره به سمتتون میاد. یه مشورت براتون افتادی، از کسی مشورت میگیرین برای یک قضیه، حالا هر قضیه که هست به نفعتونه این شور و مشورت. مثلث عشقی به وفور دارم میبینم تو رابطه هایی که به هم وصل قفل شدین، یعنی یکی هست یکی دیگه هم چسبیده بهتون، ولکنتون نیست، یا شما ولکنه اون شخص نیست یا اون شخص ولکنه شما نیست. و دیگه براتون بگم فراوان دارم براتون مثلث عشقی میبینم، قلب های فراوان، رابطه های احساسی که به سرعتتون دارم میبینم براتون شکل میگیره، یا دوستی یا محرمیت یا ازدواج براتون رو خواهد داد. و یک ببینی یک جوانه، ببینی دو تا برگه که کوچولو تازه داره میزنه براتون، یه مثل یه نهالی که کاشتین تازه داره جوانه میزنه، پس یک موفقیتی که تازه داره براتون جواب میده، یه حرکتی انجام دادین تازه داره براتون رشد میکنه، یواش یواش داره جوانه میزنه میاد بالا. حالا تو زمینه احساسی، کاری، اجتماعی، بارداری، یواش یواش نتیجه میگیرین، اقدام کردین، توی این مسیر حرکت کردین، تازه داره برگ میده، تازه داره یواش یواش کاری که انجام دادین ثمرش رو یواش یواش میبینین. باز اینجا یه بچه دارم براتون ببینم و تا دو وعده نزدیک بچه‌ای که به زندگیتون ورود خواهد کرد، ولی اینو بیشتر جنبه رشد دارم ببینم و بابت یک حرکتی تلاش کردین ثمرش رو یواش یواش میبینین، حالا مرتبط با هر چیزی که دارین براش حرکت انجام میدین. من اینجا بچه رو دارم میبینیم مثل پوشک بسته و تو دو وعده نزدیک بچه پا به زندگیتون میذاره انشالله. خب دو تا چشم بد دارم براتون میبینم، لطفا برای خودتون صدقه بدین، بدخواه زیاد دارین و یه مهر کدر افتاده و یه کیسه گلوگشاد، یعنی از یک جدایی مال به دستتون میرسه و مالی که البته که این پول یک مهر جدایی کیسه، ولی دو نفری که یکی پشتگرمی داری، با پشتگرمی کسی شما به اون پول میرسی، از یک جدایی یا از یک مهر به مالی میرسی، یا مرتبط به یه قضیه مالی کارت به دادگاه کشیده، حالا یه نزاع دعوای درگیری پولی مالی داری و کارت به قانون دادگاه میکشه، میتونه جدایی بشه، میتونه هر بحث و بگومگویی که منتهی به دادگاه بشه. دو نفری که حاضر میشین، کسی که پشتگرمی داره، کسی پشتته،
دلت به کسی گرمه، وکیل گرفتی، کسی پشتته، کسی هواتو داره، برات این کیسه رو به سمت درم ببینم. مالی که نصیبت خواهد شد. یه نزاع و یه درگیریه، مواظب باشین. البته رو در روی قرار میگیرید و ببین اینجوری بذاری بهتون بگم، رو در روی هم دیگه به زودی زنگوله افتاده، از یک رازی خانم آقای مطلع میشین و یه بحث و بگو مگو دارم براتون میبینم. خانم آقایی که از یک راز زنگوله خبر برای به سمت خانم دارم، خانمی که خبردار میشی و یک جر و بحث و دعوا دارم ببینم. یک مشکلی که داره یک چیزی رو دائما به تعویق میندازه، یعنی یه مشکل افتاده و یه چیزی که دائما به داره هی عقب میفته، تعویق میفته، هی عقب میفته. امیدوارم که به زودی انشالله از یه حل بشه. چرا میگم امیدوارم که انشالله به زودی اتفاق میفته؟ برای که این دایره رو چقدر قشنگ روشن براتون افتاده. پس تعویقی که انشالله زودتر جواب میده. جوجه براتون افتاده، جوجه میتونه از یک سرمایه گذاری که ثمر داره میده، اصلا انتظاری همچین برد مالی یا برد پولی رو نداشتین، حالا از کجای همچین پولی بهتون میرسه، یا چه سرمایه گذاری کردی، یا اصلا شاید سرمایه گذاری نکردی، یه چیزی که همینجوری علکی یه هایی رفته بالا و قیمت پیدا کرده، اصلا فکرش هم نمی کردی. یه همچین چیزی رو دارم برای تو صحبت میکنم. مثل یه چیزی داشتین که یه چه میدونم ملک، زمین، یه تیکه طلا، یه نمیدونم حالا هرچه داشتین که اصلا فکر نمی کردی اینقدر یه مرتبه ارزش پیدا بکنی. صحبت این رو دارم براتون میکنم. خب کبوتر براتون افتاده، خبر بزودی به گوشتون میرسه. خیلی ناامیدین، اونایی که خیلی ناامیدین، ناامیدا، منتظر خبر باشین، به زودی کبوتر براتون خبر میده. این خبر، زنگ، تماس، پیام، هر چیزی رو میتونه معنی بده. من که بهتون میگم این اتفاق براتون به زودی رو خواهد داد. ازدواجی که با مشکل ولی سر میگیره، شما لباس عروس رو تن میکنید یا مشکل جلو پاتونه، عروس و داماد رو به روی هم، یا با مشکلاتی که دارین ولی با هم دیگه ازدواج انجام میدین. ابر براتون افتاده، رزق روزی انشالله به زودی به دستتون میرسه. به شادی انشالله خرجش بکنین، هر پولی که میخواد به دستتون برسه. دلتون رو شاد میکنه. شخصی به زودی وارد یک سقف داری میشی، حالا این سقف خبرش به گوش رسه و داری ورود میکنی، منتظر خبر برای ورود به یک سقفی هستی. سقف کاری، سقف تحصیلی، سقف نمیدونم زندگی، وارد یه خونه میخوای بشی، چشم دنبالی کاری، چشم دنبالی خونه، یه چشم دنبالی ازدواج، دنبالی تحصیلاتی هستی، منتظر یک خبر از جایی بودی. هر چیزش خبری که به گوشت میرسه، زنگولی که به صدا دمیر و ورود میکنی. بازم تاکید میکنم زنگوله هم حکم خبر رو داره، هم حکم ازدواج رو داره. و قلب افتاده، ولی قلبی که ببینید روی تخته دارم ببینم، ولی قلب خودتون انگار دیدین روی تخته مثل حالا خود کردن یه چیزه، خودتون قلباتون رو با دستای خودتون تیکه تیکه میکنی، خودتون رابطتون رو دارین از هم میپاشین، خودتون یا کسی قلباتون رو گوشه روی تخته، انگار یه تخته ساتوری داره ساتوری میکنه، تیکه تیکه کردن دارم ببینم، خودتون با دستای خودتون یه رابطه دلی، یه رابطه زندگی، دو تا قلب کنار هم روی یک تخته دارم براتون میرم. ببینید خودتون با دستای خودتون، یا شخصی میخواد رابطه هاتون رو به هم بزنه، احساسی، زندگی مشترکتون رو، یا خودتون با دستان خودتون دلی از هم میپاشین، یا شخصی قصد اینو داره که رابطه و احساسه. ببینید دو نفری که به هم دیگه انگار ببینید صورت کسی که رو صورت کسی دیگه نقش بسته، اینقدر این تصویر زیباست، امیدوارم که بتونی ببینی. ببینید دو نفری که همدیگر رو دوست دارین، پس خودتون نیستین، پس کسیه که میخواد، دو نفری که تو دل داده، دو نفری که همدیگر رو فوق العاده دوست دارین. ببینید چشمه روباه دارم، یه هیلگر، یه مکار، کسی که میخواد شما رو رابطتون رو متلاشی کنه، کسی که میخواد اون احساستون از هم بپاشه، زندگیتون از هم بپاشه. مکار، هیلگر، حواستون رو جمع بکنید لطفا، نذارین، اجازه ندین کسی این رابطه به این قشنگی که اینجور سراتون به هم دیگه، انگار سری که روی سینه یک نفر دارم ببینم، دیدین حالتی که دلگرمیتونه، شخصی که باشه حس خوب ازش داری میگیرین، نذارین رابطه هاتون رو خراب بکنین، نذارین زندگیتون اصلا بباشن. شخصی که خیلی مغروره یا خیلی نواق سربالایی براش دارم که میدونم بالاخره سرشو میاره پایین، از اون غرور دست میکشه، حالا خانم یا آقایی که بالاخره انعطاف به خرج میده، خیلی مغروره، میاد سرشو میندازه پایین، دوباره میاد پایین، دوباره از اون حالت در میاد، یا به خاطر شما، به خاطر علاقه که به شما داری، یا به خاطر هر موقع، حالا ارشاد احساسی اصلا نیست، غروری که نمیذاره کاری رو سرش رو بیاره پایین، روبروش رو ببینه، ولی دست از یه غرور برمیداره، شماش موفقیت افتاده،
دوباره سرش رو پایین میندازه. دال دال دی، هر کسی که دی داره یا شخصی که اسم فامیل طرف دی داره ورود به زندگی دارن براتون میاریم، یا وارد یک رابطه داریم میشه، یا وارد بازار کار داریم میشه، یا ورود براتون دارن میرم به جایی داریم ورود میکنیم به زودی. گذشته دارها محرمیت ازدواج براتون افتاده و دیگه براتون پس انداز اندوخته، البته اندوخته نیست، ببینید چه پولیه که انگار توی جعبه گذاشتینش. حالا این یه چیزیه که براتون ارزشمنده، پولیه که توی جایی قایمش کردین، یا پولیه که الان دورش حساره، درش دست یافتنی نیست، یا یه مال و اندوخته دارین صفر چسبیدین توی جایی دارین ازش محافظت میکنین، یا داره بهتون میگه حواستون به جمع، حواستون رو به مال و اموالتون جمع بکنین، توی جایی بذارین که حواستون جمع بشه. حالا هر چیزی یا سندتونه ارزش مالی داره، یه چیزی که دارین که ارزشمنده اینو ازش محافظت بکنین، مواظب باشین، یا به جایی بسپارین که خیالتون، یا توی گاف صندوق بذارین، یه جایی ارزشمند، یه جایی مطمئن بذارین، چیزی که با ارزش براتون. لطفا خب پر پرواز براتون افتاده، پری که بالاخره پروازتون بالاخره شکل میگیره علیرغم مشکلاتی که براتون به وجود آوردن یا دارن به وجود آوردن، ولی پروازی که بالاخره سر خواهد گرفت. خانوماتون ها هیچ صورتی زیبایی یه تغییر دارم براتون میرم، یا تغییر و تحولی که تونه یه صورت دارین انجام میدین برای اینکه خودتون رو به شخص خیلی نشون بدین. حالا برای حالا زیباییتون بیشتر جنبه برای دل خودتون نیست، برای اینکه خودتون رو برای یه شخصی خیلی قشنگ به اون شخص خودتون قشنگتر نشون بدین. هر جایی میرین یه جایی که مجبور میشین کلا سرتون بذارین، حالا این کلا برای آفتاب یا برای سرما، یه جای گرم یا یه جای سرد کلا باید سرتون بذارین. و دیگه براتون حالا ممکنه به خاطر کارتون کلاه به سر میذارین، مثل مهندسا یا توی فضایی که حالا باید یه کلاه ایمنی هم به سرتون بذارین، این هم میتونه معنی بده. و دیگه براتون شالا که همه اتفاقات قشنگ به زودی براتون رخ بده. دل زیاد افتاده، با موفقیت یک تصمیم دلی میگیرین، هر تصمیمی که هست با موفقیت تصمیم میگیرین و این قلب جور میشه، جفت میشه، قضیه احساسی هر چیزی که خوشحالی قلبی براتون داره با موفقیت براتون پیش خواهد رفت. دارم ببینم یه ماری بهتون چسبیده، شما ازش بیخبرین یا ازش مطلع نیستین، با وجودی که الان خیلی هم مشکل دارین یه ماری پشت سرتون هستش که به دستتون میرسه و قلبتون رو شاد میکنه، یا خانوادتون شاد میشن، یا خودتون رضایت خاطر به دست میارین. پول مال خودتونه یا برمیگرده به خانوادتون یا خانواده هاتون هرچه هستش، و یه غافلگیری با وجودی که مشکل دارین از یک ماری بیخبر هستین، ماری که به شما چسبیده مربوط به شماست، حالا گیر داشته، مشکل داشته، چون ببینید روش مشکل افتاده، به دستتون نمیرسه، هر چیزش این پول مال به دستتون میرسه. ببینیم دور و برش چی. خب دو تا از مشکلات هم که از زندگیتون داره میفته بیرون یا بیرون خواهد افتاد به زودی، دو تا از مشکلات به زودی حل میشه یا از زندگیتون پوچ میشه، حذف میشه براتون دارم میبینم. و یه صندلی که پر از اعتبار، قدرت، پول، حالا هر چیزش، که یک صندلی که شما رو به یک بزرگی و عزت و بزرگی میرسونه، از یک شخصی که قلبن شادتون میکنه و چشم گفتین که بیاد تا 10 روز آینده از یک چشم انتظاری بیرون میای، قلبی، احساسی، محرمتونه، احساسی، دوستش دارین، چشم دوختی بهش تا 10 روز آینده ازش خبر داری، از یک چشم انتظاری بیرون میری، تا 4 وعده آینده شخصی به کمک شما میاد، تا 4 وعده آینده انشالله که به زودی 4 وعده آینده، حالا یا شخصیه که به کمکتون داره میاد برای حل مشکلات عدیده شما، یا شخصی که میاد با اومدنش مشکلات شما حل خواهد شد، تا 4 وعده نزدیک با آمدنش مشکلاتتون حل میشه یا مشکلات شما رو حل میکنه. زنگوله روشن براتون زیاد دارم ببینم، ازدواج، محرمیت یا خبرهای خوشی که به زودی دریافت خواهیم کرد انشالله. و در رابطه با نمیدونم، یکی تصمیم برگشت نداره، ببینید حالا نمیخواد بیاد، حالا به زور میخوان یکی رو برگردونی، یا به هر طریق میخوان یکی رو برگردونی، زمان میبره ویرگول، زمان میبره ولی بالاخره برمیگرده.
یا نمیخواد بیاد یا نمیتونه بیاد یا پاگیر جاییه یا پابند جاییه یا پاگیر کسیه یا پاگیر جاییه، بنا به دلایلی نمیتونه بیاد یا نمیخواد بیاد، ولی با ویرگول ولی به سمتتون برمیگرده. کیک براتون افتاده و جشن شادی براتون دارم ببینم، تولدتونه، سالگردی، ماهگردی، مناسبتی، یه جشنی در پیش دارین، نامزدی، بله برون، عقد، مراسم در پیش دارین، به زودی اتفاق براتون رقم بخوره. چند تا مشکل براتون پیرامونتون دارم ببینم، ولی مشکلی که حل میشه، یک شب بسیار رومانتیک رو با یک آقا تجربه میکنی یا آقایون یک شب بسیار رومانتیک رو به زودی تجربه میکنی، یه خوششانسی براتون افتاده، نعل قشنگی که زیر پاتون افتاده، از یک قدمی برمیدارین که براتون توام با خوششانسی و برد و موفقیته. شانس در خونتونه، زیر پاتونه، خبر ندارین، دائما میگی نمیشه، برای من امکان نداره، سخت در اشتباهین، منتظر باشین. یه قطعی حواستون رو به پیرامون رو جمع بکنی، اتفاقات قشنگی که به صورتی براتون رقم خواهد خورد. گفتم زیر پاتونه، خوششانسی زیر پاتونه. تو زمینه فوتبال هر چیزی که برمیگرده به توپ، براتون یک موفقیت افتاده و یه پایی که حالا نمیدونم مثل کفش ورزشی تحرک براتون افتاده، یه ذره ورزش، حرکت، ورزش براتون برای سلامتیتون خوبه. و دیگه براتون بگم دیگه چیزی نمیبینم. انشالله که آدم های مغرور دست از غرورشون بر میدارن. تا دو وعده آینده تکلیف یه انگشتر معلوم میشه. دو وعده وضعیت یک انگشتر، حالا برای محرمیت، برای نشون کردن، برای نامزدی، برای ازدواجتون، هر چیزی که برمیگرده به انگشتر. حالا میتونه معکوسش هم باشه ها، سری ازدواج الان وضعیت بلا تکلیفی دارین، تو دو وعده وضعیتتون مشخص میشه، حالا یا به مثبتی یا به روشنی، انشالله هر چی که نیت شماست انشالله وضعیتش مشخص بشه. از یک سقف، از یک یا سقف شما رو ابرا میبره، یا خواستتون رسیدن به یک سقفیه، حالا این سقف توی شهر دیگه است، توی کشور دیگه است، تحصیلی، کاری، خونه بخت، خونه ازدواج، خونه جدید، کار جدید، وارد بازار کار بشین، هر چیزی که شما رو تو ابرا تو آسمونا میبره، به بالاها میبره، رویاتون رو برآورده میکنه، انشاءالله به زودی اتفاق براتون رقم خواهد خورد. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینان، تا دیداری بعد، خدا نگهدار. فالکده یه آرزو با لایک و کامنتاتون به هم بگین که از فالتون رضایت داشتین یا خیر، یعنی من با لایک و کامنتاتون متوجه میشم، ضمن این که قول اینو بهتون میدم به زودی انشالله سعی میکنم تا آخر هفته، انشالله سعی میکنم تا آخر هفته، قول نمیدم ولی سعی میکنم، چون اصلا فرصت نیست، سعی میکنم که فارش نمیدمکیم براتون انجام بدم و یک آرامش رو دارم براتون میدم. خانمی آقای که زیری پتو به آرامش میست، از یک مهر، چه ثبت سند، چه قراردادی، چه امضایی، چه معاملهی که برای خانمی های آقایی که شما رو به یک آرامش میرسونه، چی فکرتون انقدر درگیر کرده که خواب ازت گرفته و آرامشتو مختل کرده؟ یک قانونی، یک امضا، یک ثبت، یک سند، یک ازدواج، یک خرید و فروش، یک معامله، قرارداد کاری، قرارداد، معامله، هر چه هست شما کنه، ضمن که شروع یک اتفاقات جدید هم براتون دارم میبینم. حالا این کار، یه اتفاقات قشنگی در راه دارین، یه بمب هم براتون افتاده ها، یه خبری که مثل بمب میتره که حالا تو خونتون یا پیرامونتون، حالا اخبار هرچه، یه خبری به گوشتون میرسه که مثل بمب میتره که یا اصلا انتظارشون نده. واقعا دیدی یه بمب تره که آدم متعجب میشه؟ یه همچه خبری دارم ببینم، انشالله به شادی باشه، خبر خوب باشه، به اخبار که خبر خوب نمیده، ولی به هر حال انشالله که خبر خوش باشه به گوشتون برسه. ببین زنگولهش قشنگ بساتون تکون بخوره. ازدواج دارین یا خبر شاد دارین؟ شادی براتون دارم میبینم، زنگوله داره همینجور براتون تکون بخوره. انشالله که دلاتون همیشه شاد باشه. با آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار. پارکدی آرزو.